ارسال کردند. 1246 تمامی 36 گروگان اشرف که یک به یک نام برده شدند در ایستگاه پلیس شهر خالص در استان دیالی عراق نگهداری می شدند. ماده 1247 بر اساس گزارش های دریافت شده روز 28 ژوئیه 2009 پلیس عراق 36 تن از ساکنان کمپ اشرف را هنگامی که به تأسیس یک ایستگاه پلیس در این کمپ اعتراض کردند دستگیر کرد. آنها به ایستگاه پلیس در خالص منتقل شدند و در آنجا با استفاده از باتون‌های چوبی و کابل‌های آهنی از ناحیه سر و سینه و دستان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. در نتیجه این ضربات 7 تن به طور جدی مجروح شدند که عوارض آنها شامل شکستگی بازو، ساعد، دستان، انگشتان و شکستگی در پشت و استخوان سر بود. آنها بعداً به پادگان گردان عراقی در بیرون اشرف منتقل شدند و در سلولی به مساحت 12 متر مربع جای داده شدند. ماده 1248 در خلال انتقال یکی از افراد به نام ابراهیم ملایی‌پور که قصد داشت وارد قسمت عقب وانتبار شود توسط یک افسر از نیروی ویژه عقرب از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت و متحمل جراحت سر گردید که نیازمند مداوای فوری پزشکی بود، در حالی که پزشکان تأکید کردند که حداقل 7 تن از گروگان‌ها نیاز به بستری شدن در بیمارستان‌ها دارند. آنها از رسیدگی پزشکی قابل قبول محروم ماندند. با توجه به اتهامات بدرفتاری بعد از دستگیری و اتهام خودداری از درمان مناسب پزشکی، نگرانی های گسترده‌ای در مورد سلامتی این 36 گروگان ابراز گردید. 1250 روز اول اکتبر 2009 گزارشگر ویژه ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان همراه با رئیس گروه کار بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر